بینندگان گرامی سلام، با برنامه ساعت مطالعه در خدمت شما هستیم. یکی از مکارم اخلاق زهد و پارسایی است. آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام نیز بیانگر تشویق به سوی این فضیلت اخلاقی است. زهد در لغت به معنای پارسایی و رویگردانی از دنیا، مال، مقام و به طور کلی ترک تعلقات دنیوی و توجه به آخرت و فرامین الهی است. نراقی در جامع السعادات می نویسد زهد آنگاه تحقق می یابد که شخص توانایی بهره‌مندی از دنیا و نعمتهای آن را داشته باشد و آنگاه آن را رها سازد. انگیزه ی ترک دنیا هم پستی و بی‌ارزشی آن در مقایسه با خدا و آخرت است. در غیر این صورت صفت زهد تحقق نمی‌یابد. اما سؤال زهد و پارسایی در نگاه امیر مؤمنان چگونه است؟ جورج جرداق نویسنده برجسته مسیحی در کتاب شگفتی‌های نهج البلاغه در این باره مطالبی داره که با هم مطالعه می‌کنیم. امیر مؤمنان علیه السلام برای عیادت علا ابن زیاد حارسی به خانه اش رفت و از دیدن وسعت خانه اش در شگفت شد. فرمود این خانه به این وسعت را در دنیا برای چه می خواهی؟ تو که در آخرت به آن بیشتر نیاز داری. می توانی این خانه را پلی قرار دهی برای رسیدن به آخرت، بدین سان که در آن از میهمانان پذیرایی کنی، در آن صله ارحام به جای آوری، حقوق واجب و مستحب را به وسیله این خانه وسیع به صاحبانش رسانی، در آن صورت با این خانه به آخرت رسیده ای. علا ابن زیاد گفت ای امیر مؤمنین، از برادرم به شما شکایت می کنم. عبایی پوشیده و کار عبادت پیشه کرده و دست از کار دنیا کشیده. امام علیه السلام فرمودند او را نزد من بیاور. چون عاصم آمد، حضرت علی علیه السلام به او فرمودند آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمی کنی؟ تو می پنداری که خداوند نعمتهای پاکیزه اش را حلال کرده، اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی؟ عاصم گفت پس چرا تو با این لباس خشن و آن غذای ناگوار به سر می بری؟ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام پاسخ دادند من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداری آنان را به طغیان نکشاند.